السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. إن شاء الله که از این بیماری و بلاهای آخر الزمان مسئول و محفوظ باشید و از این ویروس مأمور. در استانبول اشیاء زیادی نگهداری میشه در موزه توپکاپی که اونجا بهش میگن توپکا در جوامع غربی یا توپکاپی، که منصوب به افراد هست. خلفای عثمانی خیلی اشیاء زیادی دارن، موضوع بحث ما نیست. اشیایی در اونجا وجود داره که مربوط به صحابه است و اونی که برای ما اهمیت دارد اهل بیت علیهم السلام هستند و اشیاء متعددی که منسوب به پیغمبر هست. خب اولا ما همه این اشیاء را لازم نیست تایید کنیم، ولی اگر حتی یک شیء از وجود مقدس پیغمبر مانده باشه برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. این اشیاء تاریخچه دارند. در صحیح بخاری، من از مدارک سنی عرض میکنم، تمام تواریخ خب سنی هستند دیگه، ما یکی دو تا تاریخ شیعه بیشتر نداریم که اونا هم متعرض این مسائل نشدن. تمام تواریخ این مطالب را نوشتن که عرض میکنم و حتی کتابهایی که شما بشناسید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا را نوشتند. نیاز باشه من میتونم احادیثش را هم ارائه بدم. پیغمبر وقتی که موهاشون را در حج میتراشیدند، موها را در صحیح مسلم نوشته که مقداری را خودشون تقسیم کردن بین افراد، به هر کسی دو سه تا مو دادند، مقداری را دادن به ابو الدرداء و بقیه را به همسر او که بین زنها و مردها تقسیم کند، که خب این نشانه تبرکه. بهتر از این کلیپی که فرمودید این است که من بیام اون احادیث را بخوانم، از بنده فیلم برداری بشه در باب تبرک در صحیح مسلم، در صحیح بخاری خیلی احادیث تبرک داریم. قرارم بود یه وقتی این کارها رو بکنیم، متاسفانه رفقا خیلی همراهی نکردن، بعضی هاشون یه قدری هم همین مریضی کرونا و اینها مانع شد. خب در صحیح بخاری آمده که یک ظرف آبخوری بود که پیغمبر یک بار در این آب خورده. این را یکی از اصحاب نگه داشته بود، الان اسمشو نمیگم چون بین دو نفر مردد شدم که کدوم بود، چون بنده صحیح بخاری و صحیح مسلم بارها تدریس کردم و اصحاب آمدن، بعضی تابعین آمدند، افراد دیگری که از این ظرفی که پیغمبر یک بار درش آب خورده آب بخورن و متبرک بشن. این در صحیح بخاری هست. یا مثلا انس ابن مالک میگه که یک ظرفی آورد و گفت این ظرفی است که پیغمبر این مقدار، این تعداد مرتبه، یعنی اون عدد نمیگه ها، میگه کذا، یعنی عددی را گفته ولی راوی یادش نبوده، در بخاری عدد نیست. مثلا فکر کنید مثلا گفته باشه 80 بار پیغمبر در این ظرف آب خورده، 100 بار آب خورده، چون انس ابن مالک 2 سال خادم پیغمبر بوده دیگه، حالا ولو بعدن از اونوری شده، این ظرف را نگه داشته. اصحاب آمدن از این ظرف آب خوردن، متبرک شدن. بعد این ظرف یک دسته فلزی داشته که این دسته برای این بوده که میخاویزونش کنن، خودش چوبی بوده، چوب خوبی هم بوده، جنس خوبی بوده. میگه این ظرف حلقش را میخواست عوض کنه، اونا بهش گفتن که لا تغیرن نشیئن صنعه رسول الله، چیزی که پیغمبر دستش بهش خورده استفاده کرده دستش بوده اینه عوضش نکن. این میخواست به جای این حلقه یه حلقه نقره بذارد، مثلا نه خود ظرف، ظرف نقره و طلا حرام آب خوردن، اما دستش نه، حلقش نه، مشکل ندارد.
عرق پیغمبر را مادر انس ابن مالک جمع میکرده. در بخاری بابی هست به عنوان بابی که اصحاب اشیاء پیغمبر را نگهداری میکردند به عنوان تبرک. این لفظ بخاری سان یا تبرک، تبرک میجستن به این اصحاب پیغمبر و غیر اصحاب پیغمبر بعد از وفات پیغمبر. اونجا نوشته که تبرک به کفش پیغمبر، ظرف آبخوری پیغمبر، عصای پیغمبر، شمشیر پیغمبر، لباس پیغمبر، ظروف پیغمبر. این تیتر باب استان، دو سطر تیتر بابه در صحیح بخاری. این در باب تبرک که معلوم باشد ما منابع بسیار بسیار محکم و معتبری داریم. خب از این گذشتم. حالا این اشیا که در موزه توپقاپی نگهداری می شود، اینا تو کتاب های تاریخی هم بعضن اشاره شده که مثلا فلان شیء پیغمبر در فلان خانواده به عنوان تبرک نگهداری می شد. اولا که معلوم باشد اشیاء پیغمبر چیزی نیست که از بین برود. یعنی اگر یک کسی یه شیئی از پیغمبر در یه قبیله‌ای وجود دارد، خب دست بزرگ اون قبیله است و این همینجوری ارث میرسد. اصلا تمام این قبیله حول محور این شیء جمع میشند و قبایل دیگر اصلا مثلا در طول تاریخ میترسن با اینا بجنگند که اینا یه وقتی مثلا اون شیء پیغمبر رو بیارن بیرون و دست بگیرن رو به آسمان نفرین کنند، میگن اینا مثلا فلان قبیله هستن، اینا متبرکه به عصای مثلا پیغمبرند یا چیزای ظرف آبخوری پیغمبر. این اشیاء برای اینها توانمندی می آورده، امنیت می آورده، برای استجابت دعا استفاده می کردن. در صحیح بخاری هست که یک جبه ای داشته پیغمبر، این دست عایشه بوده. وقتی عایشه می میرد، خواهر عایشه اسماء ذات النطاقین که زن زبیر بوده، این جبه را بر می دارد و میگه که ما استفاده میکنیم برای مریض ها، نغسل حال المرضا. اینو یه تیکش رو خیس میکنیم، آبش را بعدن میچلونیم، یعنی میزنیم تو آب میچلونیم، میدیم اون مریض بخورد که خوب بشه. نغسل حال المرضا، این در صحیح بخاری است، یعنی استشفا، طلب شفا از اشیاء مربوط به پیغمبر. خب این اشیاء همینطور، ببینید این عایشه نگه داشته، بعد از او خواهر عایشه، و این همینطور ارث میرسیده. حالا بعضی از این اشیا در طول تاریخ از بین رفته، پوسیده، بعضیاش نمیپوسد، از بین نمیرود، میماند، مثل موهای پیغمبر. و اتفاقا مهمترین چیزی که در اینا برای ما وجود دارد همین موهای پیغمبر است، چون اون از وجود خود پیغمبره. در زمان امام رضا سلام الله علیه کسی 5 رشته مو آورد و گفت اینها موهای پیغمبر است. حضرت آتش اونجا نزدیک بود، برداشت اینها رو سوزوندن. اون گفت آقا چرا می سوزانید؟ این موها سوخت. الان درست یادم نیست، یا 2 تا یا 3 تاش موند. فرمودن اینها موهای پیغمبره، موی پیغمبر نمی سوزد. خب پس یه آزمایشی میشه کرد. الان این موهایی که در موزه های مصر داریم، در بنگلادش داریم، یک مو در اونجا نگهداری میشه و در استانبول در همین توپقاپی زیاد داریم، اینا رو میشه امتحان کرد با یه آتیشی ببینیم کدومش موی پیغمبر است. اما اگر موی پیغمبر به دست آمد چقدر ارزش داره؟ و چون اینا موها را نگه میداشتند به عنوان تبرک، ما نمیتونیم اصل را انکار کنیم. خود پیغمبر عرض کردم در صحیح بخاری است، کتابای ما هم هستن، ولی من از اونها عرض کردم که نگه می داشتند، به افراد می دادن به عنوان تبرک، نه علین پیغمبر و چیزهای دیگری که نگهداری میشه. اینا نسل به نسل در قبایل ارث می رسیده. امپراتوری عثمانی 600 سال حدوداً در ترکیه، یعنی در دولت اون زمان قبل از این ترکیه فعلی، حکومت کرده. از بخشی از اروپا تا
نهایت شمال افریقا اینا منطقه حکومتیشون بود. در این وسعت عظیم خب اخبار به اینا میرسد دیگه، و این هم در قبایل و اینها متعارف بود و تو کتاب هم نوشته شده بود. خود قبایل هم اعلام میکردن جایی تصرف میشد، اونجا اون افرادی که اونجا بودن اخبار اونجا رو می آوردن. خب اینجا اینقدر اراضی دارد، اینقدر کوه دارد، چه محصولات زراعتی داره، چه درختایی دارد، چه بزرگانی داشته، چه بزرگانی دارد. از جمله چیزهای مهم این است که در اینجا مثلا در فلان قبیله عصای پیغمبر نگهداری میشه، مثلا عرض میکنم. خب دولت عثمانی اینا را می خرید به اعلی القیم، به پول گزافی می خرید اینا را. بعضی از اینا نمی فروختن. دولت عثمانی هم احترام فوق العاده می زاشت و می آمد این اشیا را برای اینکه بگیرن، وزیر تشریفات یا افرادی داشتن برای این کار، اینها را با مثلا 1000 سوار فرض کنید می فرستاد به اون منطقه، اون جایی که اون قبیله زندگی می کند، و افراد اون قبیله، بزرگان اون قبیله رو برمی داشتن با عزت و احترام تمام می آوردن به استانبول اون زمان. استانبول یعنی جایی که پر از اسلام است، اما استانبول معنای خاصی نداره. بعد از اینکه دولت عثمانی از بین رفت و اینا لائیک شدن، اسمش عوض کردن گذاشتن استانبول. این اشیا را می آورد همراه با بزرگان قبیله. اینا می آمدن اون عظمت و تشریفات دولت عثمانی را می دیدند و می دیدند که در خزانه دولت عثمانی چه مقدار از این اشیا وجود دارد. بهشون می گفتن این اشیا مربوط به تمام مسلمینه و در اینجا محفوظ می مانه، شما این شیء را به اینجا هدیه کنید، ما هم هرچی خواستید بهتون می دیم. و اونا هم با عزت و احترام، عرب ها بیشتر برشون احترامه مهمه، خود ما هم همینطوریم، این شیء را هم علاوه بر این که اینا یه شیء آوردن، میتونستن بقیه اشیای منصوب به پیغمبر را هم در خزانه مخصوص سلطنتی زیارت کنند، متبرک بشن و این شیء را هم اونجا هدیه میکردن. متقابلا اونا هم بهشون هدایایی میدادن، پول زیادی میدادن یا اراضی زیادی میدادن، از مالیات چند سال معاف میکردن و حالا هر چی که نیاز بود و این اشیا را جمع میکردن. ناگفته نماند حتی بنی امیه اشیای منصوب به پیغمبر را جمع آوری میکردند. در صحیح بخاری هست که الان یادم نیست ابو سلام کیه، درست یادم نیست، که یه ظرفی داشت که پیغمبر، همون که عرض کردم، یه بار توش آب خورده بود. این خبر رسید به عمر ابن عبدالعزیز، که در اون زمان البته عمر ابن عبدالعزیز حاکم مدینه بود، هنوز خلیفه نشده بود. در صحیح بخاری عبارت بسیار جالبی هست، میگه که استوهبه عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز بهش گفت اینو به ما هدیه کن، ببخش. شما وقتی میرید یه قرآنی میخواید تهیه کنید به مغازه‌دار، حتی اگه بگید این قرآن قیمتش چنده، میگه هدیهش اینقدره، چون قرآن که قیمت نداره. دقیقه ها، عمر ابن عبدالعزیز به این فردی که این شیء را داشته میگه که این شیء را، این ظرف آبخوری را به ما هبه کن، یعنی این قیمت نداره که من ازت بخرم قیمت بذارم، اینو هبه کن. طبعا اونا هم در مقابل به او پولی دادن، پول زیادی هم دادن مثلا، ولی میگه یعنی این قیمت نداره. بنی امیه جمع میکردن، بنی العباس جمع میکردن. داستان جالبی دارد زمانه منصور دوانیقی، حالا طولم میکشد شما دیگه تحمل میفرمایید. زمان منصور دوانیقی، خب دیگه منصور پایه‌گذار خلافت بن العباس است دیگه، چون قبل از او ابراهیم امام که قبل از اینکه اینا بتونن کاملا مسلط بشن در همون اوایل مرد و بعد یا کشته شد، الان دقیق یادم نیست، و بعد از او صفاح آمد، دو سال بیشتر حاکم نبود. اونی که میخ حکومت بنی العباس را کوبیده منصور دوانیقی ملعون است. خب منصور همه را سرکوب کرد که بنی امیه که نابود شده بودن، جنازه هاشون هم از زمین در آورده بودن، سوزونده بودن.
مخالفین را سرکوب کرد، شهرهای مختلف را گرفت، والی نصب کرد، مستولی شد، همه جا را تصرف کرد، همه چی دیگه مسلط شد کاملا، همه شورش ها خوابید. یکی دو سالم گذشت دیگه همه چی بر وفق مراد است. یکی مثلا میاد به منصور میگه، البته تو تاریخ اینجور ننوشته ولی این میشه که خب شما الان خلیفه هستی ولی نمیتونی بگی من خلیفه پیغمبرم. این طور هم بود دیگه، بهشون گفتن امیرالمومنین، اصلا از زمان معاویه اینجوری بود دیگه. عثمان هم حتی همینطور نمیگفتن خلیفه رسول الله. حالا زمان عثمان بازم حمل داشت میتونستن بگن، ولی دیگه از زمان معاویه و اینها به دلایلی نمیگفتن که حالا وارد اون بحث نمیخوام بشن. خب به منصور گفتش که آقا شما خلیفه شدید ولی شما پسر عموی پیغمبری، از پیغمبر چی دارید؟ از پیغمبر چی دارید؟ این هم توجه کنید که همه خزانه بنی امیه که منظورم از خزانه همون اشیاء خاص و اینا بوده، دست بنی العباس بوده. ولی اینها نیاز داشتن که امام صادق تایید کند. گفتن که گفت خب چی میخواد، چه جوری باید باشه، چه کار کنیم؟ گفت ببین شما آیا مثلا عبای پیغمبر را داری، عمامه پیغمبر را داری بذاری سرت بگی من خلیفه مثلا جای پیغمبر نشستم، بالاخره شمشیر پیغمبر داری دست بگیری، عصایی داری، یه چیزی از پیغمبر داری که بگی منم جانشین پیغمبر شدم؟ و اینو باید میدونستن که اینو باید امام صادق تایید کنه. خب امام صادق علیه السلام هم درسشو منصور تعطیل کرده، خبیث دست تعطیل کرده. امام صادق اینا وسیله است، خدا وسایل را درست میکند برای کارها. امام صادق دعا میکند که این درس دوباره باز بشه. منصور نامه می نویسد، از حضرت می خواد که یکی از اشیاء پیغمبر را به من بدهید. خب یعنی متقابلا شما هم هرچی بخواید ما می دیم دیگه. حالا ببینید مثلا اگه ظرف آب خوری بده به درد منصور نمی خورد، تبرک هست نه، ولی برای مقصود او فایده ندارد. باید یا عمامه بش بده، یا عبایی بش بده، یا جبه ای مثلا، یا قبایی بش بده، شمشیری، عصایی. خب وجود مقدس امام صادق پایین ترین اینها را به او میدهد، یک عصا میدهد و می نویسد که این عصایی بوده که جدم پیغمبر در جنگ فلان دست گرفتن. مهم نیست، مهم اینه که امام صادق تایید کرده آقا این عصای پیغمبر، تمام شد. منصور دوانیقی خسیس ترین خلیفه بنی العباس است، در به صورتی که شعرای اون زمان حجبش کردن، یعنی در شعراشون او را مسخره کردن، فوشش دادن، از بس خسیس بوده. منصور خسیس اعلام میکند به استاندارها و فلان و اینا که باید شما روز فلان بیاید دیدن من و بیعت کنید. من دیگه الان رسمی شده دیگه، الان دیگه شیء پیغمبر دستشه، میخواد بگه من پسرموی پیغمبرم جای اون نشستم. شعرا باید شعر بگن، یکی دو ماه وقت تعیین شد برای این کار. امام صادق را هم طلب کردند. امام صادق علیه السلام تشریف آوردن، منصور سر پا ایستاد از صوبی، امام صادق کنار نشستن. امام صادق نه اینکه روبرو بشینن، یعنی بغل منصور رو تخت سلطنتی نشستن، در حالی که منصور ایستاده سر پا. ببین وجود امام صادق رو میخواد که همه بگن خب پس معلوم شه این عصا مورد تاییده، سند داره. تا شب نوشتند که همینطور عمرا آمدند، بیعت کردند، بزرگان، شیوخ عشایر هدایای فراوانی آوردند و این عصا در دست منصور خستم نمیشه، چون دیگه میدونه الان رسمی شده. اینا می آمدن، این عصا در دست منصور بود، اینا می آمدن عصا را میبوسیدن میرفتند، تبریک میگفتن که تو الان خلیفه پیغمبر شدی، دیگه حکومت شما حکومت جانشینان پیغمبر شده. چون بالاخره اینا با جنگ حکومت گرفتن دیگه، اگه و همه هم میدونن که اولاترین فرد به این حکومت امام صادقه، بعد امام صادق بشینه این کنار، یه عصا هم سندش امام صادقه که مال پیغمبر، دست منصور دیگه، حالا همه چی تمام بشه. خب تمام که شد، حالا داستانی دارد نمیخوام وارد اون بحث بشوم، منصور گفت یه چیزی از من بخوای. حضرت فرمودن من چیزی نیاز ندارم. گفت باید یه چیزی از ما بخوای. حضرت فرمود این بعضی ها درس ما میامدن، میخوان احادیث پیغمبر عموی شما را و جد من را بشنوند، من همینا را براشون میگم، بذار این درس باشد.
گفت آقا درس باز باشه. حضرت هم در کوفه نگهداری میکردن، چون منصور اوایل در کوفه بود دیگه، بعد در بغداد قصر و اینا درست کرد، منتقل کرد به بغداد پایتخت را. مدت اینا در کوفه بودن. حضرت خواست برگرده مدینه و آزادید، شما برگردید مدینه درستتون هم شروع کنید. مقصودم به این است که ببینید اینا به این با این شدت و حدت و علاقه این اشیا را جمع‌آوری میکردند. خب بعدن حکومت‌های بعدی که آمد یه مقدار این اشیا بین اونا دست به دست شد، پراکنده شد، ولی این اشیا عثمانی در طول 600 سال اینا رو سعی کرد از هر جایی که میشه بخرد. بعضی از اینا هم رفته، طبیعی است که بعضیاش بره هند، بعضیاش چون دیگه بالاخره بعد از بن العباس اینا دست حکومت مغلا بود و اینا مغلا هم که سامان حسابی نداشتن. خب حالا از این میگذریم. اما در مورد عثمانی ها توجه دارید که امپراتوری عثمانی نیاز نداشت یه چیزی را جعل کنه بگه این مال پیغمبره، نیاز نداشت، چون اینا را به وفور خریده بود از جاهای مختلف. اما و هر جایی که میگفتن یه شیعی از پیغمبر است، اینا میرفتن تحقیق میکردن که واقعا یه سندایی باشد و اینا را میخریدن. ضمناً توجه داشته باشید که اگه یه قبیله بخواد یه چیزی دروغ بگه به این راحتی نیست، چون قبایل دیگه میگن آقا اینو چرا ما تا حالا نمیدونستیم، این قبیله داره دروغ میگه، چون تا حالا ما نشنده بودیم که یه مویی از پیغمبر دست اینا باشد. اگه بود یه چیزی نبود که مخفیش کنن، که همه میخواستن متبرک بشن، بارون نمیاد برن با این بارون بخوان، از این دور چیزا. در دوره امپراتوری عثمانی به خصوص اواخر عثمانی، عثمانی روابط بسیار نزدیک با آلمان داشت، اصلا اینا متحد بودن دیگه در جنگ بین الملل اول، اینا دول متحد بودن که در مقابلشون دول متفق درست شد و آلمان خیلی کمک میکرد به عثمانی به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ پیشرفت، مثلا برای توپ و تانک و چیزهای مختلف. حالا نمیخوام ورود کنم به این قضايا. بعضی از این اشیا که براشون مهم بود را و میتونستن توش دست ببرند، اینا را فرستادن آلمان. اینها تحقیق شده در اون زمان با علمی که اون وقت بوده، اینا اسکن شده که شما، البته بنده نرفتم ولی ابو زوجه که خب 5 سال در اونجا ساکن بوده میگفت اونجا هست و تو چیزاش هم نوشته، اونجا اشاره شده، مثلا سند دارن اینها، این از چه قبیله ای گرفته شده، یعنی تو موزه توپقاپی اینا نگهداری میشه، در چه تاریخی اینا اسکن شده و دیدن که تاریخ این اونی که براشون مثلا اهمیت داشته برای امپراتوری عثمانی و میتونسته، چون یه جزئی از این را مثلا فرض کنید 2 سانت این را باید ببرن بدن به اونا که اینا آنالیزش کنن، حلش کنن، چیزاشو در بیارن. خب پیرن پیغمبر میدونید نمیشه، عصای پیغمبر نمیشه، چون همینجا دست پیغمبر خورده، نمیتونیم، ولو حالا فرسایش پیدا کرده در این حال نمیتونیم. نامه پیغمبر را، 2 تا از نامه های پیغمبر در اونجا نگهداری میشه، از اینا یه ذرهشو بریدن و فرستادن اونجا، خود نامه را هم رفت بردن، البته یه ذرهشو بریدن برای یه سری آزمایشاتی و اسکن و فلان و اینها. و بعد از اینم که امپراتوری عثمانی از بین میره و دولت آتاتورک میاد رو کار، بعد از چند سال دوباره این کار یه مقداری علم پیشرفت کرده بوده، تحقیق شده و اون نامه را حداقل من میدونم که اینا بردن اونجا و آزمایش کردن و دیدن مال همون زمانه، زمانش اینا که نمیتونن بگن اثر پیغمبر است، اما میگه این مال 1400 سال پیشه. خب پس وقتی مال 1400 سال پیش شد دیگه مشخصه. متن نامه هم که با متنی که در کتاب ها هست مطابقه و در خانقاه ها هم اشیایی بوده که نگهداری می شده منصوب پیغمبر به اصحاب به فلان. اونا ممکنه کسی بگه جعل شده، مثلا اون را شاید یه کسی بگه آقا این جعل شده، یه خانقاهی برای رقابت با یه خانقاه دیگری یه چیزی جعل کردن، یا یه نفر همینجوری به خاطر پول آمده گفته آقا من فلان شیء پیغمبر را دارم میفروشم، خب اینا آمدن ازش خریدن، او دروغ گفته. اما توجه کنید امپراتوری عثمانی نیاز به جعل نداشته، چون رقابتی با جای دیگه نداشته. یه وقت بود که مثلا فرض کنید حکومت هندم
در به در، یا ایران هم در به در دنبال اشیاء پیغمبر میگشت بخرد. نه، حکومت دیگری دنبال اینا نمیگشت، فقط امپراتوری عثمانی اینا را میخواست. به هر سال، به هر صورت ما نمیخوایم بگیم اینا قطعاً و قسم جلاله بخوریم که اشیاء پیغمبر است، اما اینا منسوب به پیغمبر است و احترام دارد و بعضیش هم راستی آزمایی شده است. الان هم یکی از منابع بسیار بسیار مهم جذب توریت در امپراتور در دولت ترکیه است. یک جبه‌ای هست منسوب به پیغمبر که شما میتونید عکساشو ببینید. چند سال پیش هم یه قدری خراب شده بود، در ترکیه هم خیلی سر صدا شد که این چرا خراب شده و این علامت بدی است. بیت زده بود، بردند و اصلاح کردن، بعد دوباره پرده برداری کردن. من عکساشم دارم. وزیر دیانت آمده اونجا، وزیر فرهنگ، و که برای پرده برداری از این خیلی رسمی تلویزیون ترکیه فیلمشو نشون داد. این جبه پیغمبر را وقت من این در مسجد سلطان احمد نگهداری میشد، سالی یه بار این توی محفظه بود، سالی یه بار باز میکردن مردم ببینن. دو روز سه روز اینا، سه روز بیرون بود که هوا هم برش لازمه دیگه، یکی دو روز هم میبردن که ببینن طوریش نشده، بررسی دقیق کنن، مثلا با ذره بین های خاص یه وقت بیت نزده، چیزی نشده باشه، که دیگه اینم منتقل کردن، گفتن در مسجد سلطان احمد اون وضعیت ایدئال وجود ندارد، منتقلش کردن به توپقاپی. و چون اینا خب مستحضرید، اینا نباید نور ببیند، باید در جایی باشه که نیمه خلع تقریبا باشه، گند زدائی بشه، بردن اونجا. و امپراتوری عثمانی، امپراتورهای عثمانی برای تاج گذاریشون همون عمامه منسوب به پیغمبر، که حالا اون رو ما اصلا هیچ شباهتی هم ندارد به چیزی که مال اون، مشخصه این از خانقاه ها آمده است و فلان و اینا، ولی به هر حال اونا میگفتن این عمامه پیغمبر، اینو میذاشته سرش، این جبه را هم یه نصف روز میپوشیدن، شمشیر پیغمبر، عصای پیغمبر، این شد خلیفه. شاید شما به این حرف بخندید یا بگید چه معنی گرفت، تعجب کنید ازش، ولی من عرض میکنم که ببینید چقدر این مهم است، این جبه پیغمبر، که این یک دوتا اشیاء خاص پیغمبر را دولت سعودی وقتی که امپراتوری عثمانی از بین رفت و شد حکومت آتاتورک و اینها، آل سعود آمد رو کار، عبدالعزیز که پایه‌گذار آل سعود فعلی هست، این همین جبه و فلان و اینها را، اینا را از فرستاد مذاکره کنند که این یک دوتا اشیاء اینطوری را، چون سندش مشخصه دست چه قبیله‌ای بوده، چطوری نگهداری شده، تا چه زمانی، این را مثلا شمشیر را، این جبه را، یک دو سه تا، یکی دو تا، اینا را به دولت سعودی هدیه کنید، یک چهارم گویا الان دقیق نمیدونم، یک چهارم نفت سعودی مادام مال شما باشد. اون زمان آتاتورک و بعدی ها اینا ندادن، اینا را موافقت نکردن. چرا؟ حالا این دلیل دیگری دارد. ببینید کسی نمیتونه به عنوان خلیفه رو خودش بذاره در بلاد اسلام، کسی حق نداره عنوان خلیفه. الان دیدید ملا عمر هم که آمد عنوان خلیفه نذاشت، الان هم این خبیث دیگری که آمده عنوان خلیفه نذاشته، عنوان امیرالمومنین گذاشتن. برای خلیفه بودن اینا باید بر یکی از این جاها مستولی بشن، پایتختشون باید یا دمشق باشد یا بغداد باشد، یا و البته دمشق اولاست، یا و اصل مکه و مدینه است. یعنی کسی که حکومت مکه و مدینه داره میتونه بگه من خلیفه پیغمبرم. یعنی حالا خلیفه پیغمبر لازم نیست بگه، عنوان خلیفه میتونه بگه من خلیفم. یا دمشق چون اونا خلیفه بودن، یا بغداد چون بنی العباس هم خلیفه بودن، اما کسی دیگه در جای دیگه نمیتونه بگه. سلاطین عثمانی چون بر همه این مناطق، هم دمشق هم بغداد هم مکه و مدینه استیلا داشتن، عنوان خلیفه رو خودشون گذاشتن.
اما آل سعود نمیتونن بگن، آل سعود میتونن بگن خلیفه هستند، چون بر مکه و مدینه مستولی هستند، مسلطن. ولی این کارو نکردن، دلایلی دارد. یکیش مخالفت کشورهای دیگه بوده. اگر اینا، اگر امپراتوری عثمانی که آخرین عنوان خلافت را در بلاد اسلام به دوش کشیده و داشته، اگه این اشیا را جانشین امپراتوری عثمانی یعنی دولت ترکیه به دولت سعودی واگذار می کرد، اون وقت این دو سه معنا داشت. یکیش این بود که خب اینا با امپراتوری عثمانی جنگیده بودند، در واقع آل سعود با عثمانی جنگیدند و این امپراتوری را یکی از جاهایی که استارت زد و نابود کرد این بود. اصلا مردم وقتی دیدن که مکه و مدینه از عثمانی جدا شد، دیگه سرد شدن به امپراتوری عثمانی و اونجور دیگه حمایت نشد ازش. یعنی خیانت بزرگی بود. اولا اگه این اشیا را، همین جبه پیغمبر اینا را میدادن به عبدالعزیز، به معنای تأیید این شق عصای مسلمین بود دیگه، و به معنای تأیید این خیانت بود. و ثانیاً اونا آتاتورک اینو فهمید که اینا میخوان برن عنوان خلیفه را بذارن رو خودشون، بگن اینا هم من جبه پیغمبر را پوشیدم، الان خلیفه پیغمبر، همون کاری که منصور کرد. لذا با یک چهارم، الان میگم یادم میاد یک چهارمه، شایدم یک سومه، الان یادم نیست، البته چیز رسمی، نامه رسمی ننوشتن، اومدن مذاکره کردن اینا را، چون عبدالزوجه 5 سال در اونجا بوده و این مسائل را کار کرده، ایشون میداند در ترکیه این قصه اون زمان معروف بوده، یعنی قبل از انقلاب، حالا هم که همینطور. و اینا را نداده به آل سعود. پس بنابراین توجه دارید که آل سعود هم که اشیاء پیغمبر، خانه پیغمبر، مسائل مربوط به بنی هاشم همه را نابود کرد و هیچی نگذاشت، دنبال این چیزا هست بازم، برای اینکه به خودش مشروعیت بده. خب فکر میکنم این مقدار توضیحات کافی باشد. خدا انشاءالله بر توفیقات شما بیفزاید. التماس دعا.